به نام خدا. سلام بچه‌ها، رسیدیم به دومین جلسه کاربرد مشتق. نقطه بحرانی و دیگه هرچی نکته داره، ریزه‌کاری داره، می‌خوایم تو این جلسه ببندیم و وارد بحث اکسترموما بشیم. بچه‌ها اکسترموما رو تو این جلسه براتون معرفی می‌کنم و کلی حرف داریم راجع به قضایای بسیار مهمی که توی متن کتاب درسی هم اومده و مفصل باید راجبش حرف بزنیم. ممکنه این جلسه بچه‌ها احساس بکنید که بار علمی آنچنانی نداره، یعنی همش مثال نداره، همش حرف زدن و تعریف و ایناست، ولی خواهش میکنم که بچه‌ها این جلسه رو جدی بگیرید و قشنگ گوش کنید و نوت بردارید بچه‌ها از اطلاعات این جلسه. خب بچه‌ها، بحث نقطه بحرانی رو با تست 5 ادامه بدیم. گفته که تابع دو ضابطه ای اف x دارای چند تا نقطه بحرانی برای x های بزرگتر مساوی 1 گفته x2 منهای 5x و برای x های کمتر از 1 گفته 2x2 منهای 6x. آقا اگه تابع دو ضابطه ای بهمون دادن باید چه کنیم؟ همون مراحلی که عادی طی می‌کنیم برای تابع، بر تک تک ضابطه‌ها میریم. یه دونه نقطه مرزی الان داریم، نقطه 1، چون تابمون دو ضابطه یه دونه نقطه مرزی داریم، نقطه 1، که در واقع باید راجع به اون نقطه هم جداگونه حرف بزنیم. این حرفو میذارم بعدن. الان میخوام چیکار کنم؟ الان میخوام راجع به تک تک ضابطه‌ها روال عادی که بلد بودیم برای یه سوال بریم رو طی کنیم. بچه‌ها ببینید، یه تابع دو ضابطه‌ای داریم، میخوایم برای تک تک ضابطه ها همون روند رو بریم، یعنی از این مشتق بگیرم 2x منهای 5 مساوی 0 میذارم. خب مخرج که نداره، پس x میشه 5 دوم. بچه ها چک کنید تو بازتون باشه، هست، قبولش میکنم. این یه دونه نقطه بحرانی. میرم سراغ این یکی، مشتق میگیرم میشه 4x منهای 6 مساوی 0 میذارم، مخرج که نداره، چک بکنم اونو، x میشه 3 دوم. 3 دوم تو بازم نیست، قبولش نمی کنم. خب این ضابطه هم تموم شد، یعنی تا اینجا بررسی دو تا ضابطه به تنهایی در واقع تموم شد. میمونه نقطه مرزی یا نقطه x مساوی 1. آقا نقطه مرزی قضیهش چیه؟ نقطه مرزی اولین کاری که باید بکنیم اینه که پیوستگی رو چک بکنیم. چرا؟ چون اگه پیوسته نباشه تابه قطعا مشتق پذیرم نیست، پس بحرانی هست. اگه پیوسته باشه میری مرحله دو. مرحله دو چیه؟ مشتقای چپ و راست چک میکنی، اگه با هم برابر بودن تابه مشتق پذیره تو اون نقطه. حالا اگه مشتق صفر نبود بحرانی نیست، اگه برابر نبودن میشه مشتق ناپذیر و بحرانی. خب پس قدم اول چیه؟ اینه که من برم پیوستگی رو توی x مساوی 1 چک کنم. پس تو نقطه مرزی یا در واقع نقطه انفصال دامنه، اولین قدم اینه که پیوستگی رو چک کنیم. پس چک کردن پیوستگی. خب بچه ها حد راست و مقدار اینجاه، یک بذاریم منهای 4، من اینو یادداشت کنم، حد راست و مقدار. حد چپ اینجاه، یک بذاریم منهای 4. خب یعنی چی؟ یعنی پیوسته است. پس میری مرحله دو. مرحله دو چیه؟ مرحله دو بررسی مشتقای چپ راست. این مشتق راست، مشتق چپ، نگاه کنید. به این یک بدم چی میشه؟ منهای 3. این مشتق راست. به این یک بدم چی میشه؟ منهای 2. بچه‌ها مساوی نیستن. تابع پیوسته است، مشتق چپ راست دو تا عددن که با هم برابر نیستن. دو تا در واقع موجودن و برابر نیستن، یعنی گوشه است. پس بچه‌ها مشتق ناپذیر این نقطه و بحرانی x مساوی 1 که نقطه مرزی اون بود. پس یه دونه نقطه اینجا به دست آورده بودیم، یه دونه این نقطه میشه دو تا نقطه بحرانی، یعنی گزینه 3 درسته. پس بچه‌ها راجع به نقطه مرزی میخوام یه بار دیگه براتون مرور بکنم که آقا چه میکنیم توی نقطه مرزی. توی تابع چند ضابطه ای؟ دو ضابطه ای باشه یه دونه نقطه مرزی داری، 3 ضابطه ای باشه دو تا نقطه مرزی داری، و همینجوری دیگه میتونه زیاد چه. البته دیگه عاقلانه نیست توی طراحی تست کتاب مثلا 4 ضابطه 5 ضابطه بگیم دیگه، حالا 2 ضابطه 3 ضابطه نهایتا. خب آقا تو نقطه مرزی چه کنم؟ یک، پیوستگی رو بررسی کن. اگه پیوسته نبود درجا بگو بحرانیه، چون مشتق پذیر نیست. اگه پیوسته بود برو مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ مشتقای چپ و راست برابر بودن، اون موقع مشتق پذیره. اگه مشتق صفر نباشه بحرانی نیست، و اگه مشتق صفر باشه بحرانیه. اگرم برابر نبودن که دیگه مشتق ناپذیره و بحرانیه. خب پس اینم راجع به نقطه مرزی. بچه‌ها می‌خوام راجع به یه نکته‌ای صحبت بکنیم که چندان بی ربط به مثال قبلیمون نیست. توابعی که قدر مطلق دارن بچه ها به شکل قدر fx هن، عرض کنم خدمت شما که در واقع به شکل تابع دو ضابطه ای در میان
و تو اون نقطه مرزیشون در واقع چه اتفاقی ممکنه بیفته. ما قبلا توی مشتق ناپذیری گفتیم که وقتی از یه تابه قدر میگیریم توی ریشه ها میشکنه اون تابه، مگر اینکه ریشه مضاعف باشه. خب اگه ریشه ساده باشه میشکنه، یعنی چی؟ یعنی میشه نقطه گوشه، مشتق ناپذیر و بحرانی. اگه مضاعف باشه مشتقش صفره، اصلا تعریف ریشه مضاعف این بود، پس بازم بحرانیه. پس چه نتیجه میگیرم؟ اینکه آقا یه تابع قدر مطلقی، یه تابع قدر مطلقی توی تمام ریشه های عبارت داخل قدر مطلق بحرانیه، چه ریشه ساده باشه چه ریشه مضاعف باشه. تابع قدر مطلقی توی تمام ریشه های عبارت داخل قدر مطلق بحرانیه. آقا میخوام یه چیز پیشرفته ترشو بگم، اگر یه تابع مدلی داشتیم جی ایکس در قدر اف ایکس، بازم ریشه های این تو بحرانیان، چه ساده چه مضاعف. بعد قدر رو بردار، این آدم مشتق رو بگیر، یعنی روال عادی رو طی کن، دیگه قدر مطلق مزاحمتی برات ایجاد نمیکنه. پس ریشه های داخل قدر بحرانی هست، قدر رو بردار و روال عادی طی کن. مثلا بچه ها این مثال ببینید، میگه فرج 3x در قدر x منهای 4، در جا میگم 4 بحرانیه چون ریشه اون عبارته، ساده و مضاعف بودنش هم برام تفاوتی نمیکنه. پس x مساوی 4 بحرانیه، حالا قدر رو برمیدارم عادی مشتق میگیرم. بریم روالش رو طی کنیم بچه ها اینجا. پس گفتیم که x مساوی 4 نقطه بحرانیه، حالا قدر رو بردار بکن پرانتز فرج 3 x در پرانتز x منهای 4. خب حالا مشتقمون رو بگیریم، مشتق این 1 به روی 3 تا فرج 3 x 2 در x منهای 4 به علاوه مشتق این در این، یعنی 1 در فرج 3 x. خب 3 تا فرج 3 x 2 یعنی همین رو مخرج مشترک میگیرم، اینم 1. خب این که تو یک ضرب شده x منهای 4، صورتش هم تو یک ضرب میشه، این تو چی ضرب شده؟ مخرجش تو فرج 3 x 2، 3 تا فرج 3 x 2، صورتش هم باید تو همین ضرب شه. 3 تا فرج 3 x 2 تو فرج 3 x ضرب بشه باشه میشه 3 x. چرا؟ چون این تو این ضرب بشه x میشه فرج 3 x. خب پس میشه 4 x منهای 4 به 3 تا فرج 3 x 2. خب این مشتقمون صورتش کی صفره؟ زمانی که x 1ه. پس اینجا مشتق صفره. مخرجش کی صفره؟ زمانی که x صفره. پس اینجا مشتق ناپذیره. پس چه نقاطی به دست اومد؟ 0 1 4. آقا موضوع دامنه، حواسمون باشه دامنه تابع آره، پس هیچ محدودیتی نداریم، بنابراین 3 تا نقطه بحرانی داره. خب باشه، میخوایم وارد موضوع اکسترموم ها بشیم. اکسترموم ها به طور کلی دو دستن، اکسترموم های نسبی و اکسترموم های مطلق. کتاب قبلی، کتاب حسابان بچه ریاضی، عرض کنم خدمت شما، کتاب نظام قدیم به اکسترموم های نسبی موضعی هم میگفت و به اکسترموم های مطلق سراسری هم میگفت. حالا فرقی نمیکنه، الان کتاب درسی جدید از همون اکسترموم های نسبی و مطلق که اسم های آشناتری هستن برای همه استفاده میکنه. آقا اکسترموم ها به طور کلی دو دستن، اکسترموم نسبی و مطلق. اجازه بدید من رو این شکلی یه ذره زوم بکنم اینجا با هم ببینیم دستبندیشون رو بچه ها. اکسترموم ها مطلق نسبی، آقا نسبی ماکسیموم نسبی مینیموم نسبی، مطلق ماکسیموم مطلق مینیموم مطلق. این دستبندی ساده اکسترموم ها. حالا میخوایم هر کدوم از این چهارتا رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ تعریف بکنیم. خب بریم روی تعریفشو در واقع با هم دیگه صحبت بکنیم، راجبش ارائه بکنم بهتون و اینکه روی شکل ببینیم که چه در واقع نمودی داره. آقا ماکسیموم نسبی چیه؟ ماکسیموم نسبی نقطه‌ایه که توی همسایگی اطرافش از بقیه مقادیر تابع بالاتر یا مساوی اوناست. نگاه کنید، نقطه‌ای مثل C، در واقع طول C، طول نقطه ماکسیموم نسبی اگر در یک همسایگی حول آن، یعنی دوروبر اون نقطه، به ازای هر ایکسی که تو اون همسایگی وجود داره اف ایکس از اف سی کوچکتر یا باهاش در واقع برابره، یعنی مقدار تابع توی دوروبر اون نقطه توی در واقع اون نقطه سی از دوروبری ها یا بالاتر یا باهاش برابره. همینطور مینیموم نسبی چجوری تعریف میشه؟ آقا توی همسایگی اون نقطه باید از همه نقاط پایین تر یا باهاشون مساوی باشه. خب نگاه کنیم بچه ها، الان من اگه بخوام روی این نمودار اکسترموم های نسبی رو با هم دیگه ببینیم، مفصل راجبش صحبت کنیم که آقا چه در واقع نمودی داره توی بحث
نمودار تابه. خب اول از همه بچه از همین نقطه شروع کنیم، نقطه آ. بچه یادتون باشه اول آخر بازه هیچ وقت اکسترموم نسبی نیستن. چرا؟ چون من میگم که آقا اکسترموم نسبی نقطه ایه که از یک همسایگیش بالاتر یا از یک همسایگیش پایین تر باشه. اول بازه اصلا همسایگی چپ نداره، سمت چپش تعریف شده نیست، نقطه اچ سمت راستش تعریف شده نیست، پس اول آخر بازه هیچ وقت نقطه اکسترموم نسبی نمیشه. خب از A بگذاریم. بچه نقطه B رو نگاه کنید. اگه من این تیکه رو زوم بکنم اینجا آوردم بچه ها براتون. نگاه کنید این همین دوروبرش، یعنی یه همسایگی یه ذره دوروبر این تا. بچه ببینید مقدار تابع اینجاست، دوروبری ها یه ذره کمترن، دوروبری ها یه ذره مقدار کمتری، بنابراین B یه نقطه ماکسیموم نسبیه. خب حالا با هم دیگه نقطه C رو نگاه کنیم بچه ها. فکر میکنم که زوم شدهش هم اینجا داریم. بله نگاه کنیم بچه ها، این نقطه ببینید دور و برش رو ما اینجا داریم، یه همچین نقطه ایه، نقطه سی. آقا مقدار تابه کجاست؟ اینجاست. از دور و بری ها بزرگتره، کوچکتره؟ نگاه کنیم سمت راستی ها ازش کوچکترن، پایینترن، سمت چپی ها پایینترن، پس این نقطه نقطه ماکسیموم نسبیه. مقدار اینجاست، دور و بری ها ازش پایینتره. آقا یادتون باشه اکسترموم نسبی بودن یا نبودن هیچ ربطی به پیوستگی نداره. الان ممکنه بگی آقا این که پیوسته نیست. همیشه من وقتی همچین مثالی سر کلاس میزنم بچه‌ها میگن آقا این که پیوسته نیست. بچه‌ها اصلا پیوستگی هیچ ارتباطی به اکسترموم نسبی نداره. این که تابع پیوسته باشه یا نباشه ارتباطی به اکسترموم بودن یا نبودن نداره. خب بچه‌ها مقدار تابع اینجاست، مقادیر راست کمتر، مقادیر چپ هم کمتر، و بنابراین این تابه میشه یه نقطه اکسترموم ماکسیموم نسبی در واقع. خب میخوایم نقطه دی رو با هم ببینیم بچه ها. فکر میکنم که اینجا زوم شده شو داریم. بله اینها این نقطه دی، نقطه بازگشته، نه نقطه بازگشته. بچه ها مقدار تابه رو محور ایکس هاست صفر، همسایه‌هاش بالاترن، مثبتن، پس این نقطه مینیموم نسبیه و همین راحتی. خب بچه ها نقطه ای رو با هم ببینیم. نگاه کنید مقدار اینجاست، بقیه نمودار دور و بر این بالا. فکر میکنم که زوم شدهش باید اینجا باشه. اینها نگاه کنید بچه ها، نقطه ای، آره البته اینجا توی نمودارمون این بغلش صافه، اینجا این شکلی کشیده شده که حالا این باید اصلاح بشه، در واقع این بغل باید صاف باشه، ولی خللی توی کار ایجاد نمی کنه. بچه مقدار تابه کجاست؟ اینجاست. مقدار همسایه هاش این بالان، بیشتره یا کمتره؟ مقدار تابه از همسایه هاش کمتره، پس این مینیموم نسبیه. پس بچه همیشه گول ظاهرشو نخورید، مثلا اینکه قله دیدی بگی ماکسیموم نسبیه. آقا مقدار اینجاست، مقدار این پایینه، همسایه هاش این بالان، از روی ظاهر قضاوت نکنید. ببینید مقدار کجاست و مقدار همسایه ها کجاست. خب یه چیز دیگه، نقاط بچه ها این بازه میبینید یه تیکه ای تا اف و تابع ثابت رفته. آقا اگر تابع توی بازه ثابت باشه چه اتفاقی میفته؟ یه بار تعریفامونو با هم نگاه کنیم بچه ها. تعریف ماکسیموم نسبی، تعریف مینیموم نسبی، جفتش مساوی داره. یعنی اگر مقدار تابع توی نقطه ای با همسایاش برابر بود توی هر دو تعریف میگنجه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر تابه توی بازه ثابت باشه توی تمام طول اون بازه تمام نقاط هم ماکسیموم نسبیان هم مینیموم نسبیان. یعنی بازه ای تا اف، ای باز تا اف باز، حالا راجع به خود اف حرف میزنیم، ای باز تا اف باز تماما هم ماکسیموم نسبیان هم مینیموم نسبی. تنها نقاطی هم که این ویژگی رو دارن نقاط روی تابه ثابتن ها. پس اگر یه تابه ثابت داشتیم توی بازه ای تمام اون نقاط هم ماکسیموم نسبیان هم مینیموم نسبیان، و برعکسش هم درسته. یعنی اگر یه سری نقطه داریم که هم ماکسیموم نسبیان هم مینیموم نسبیان، اون نقاط در واقع روی یه بخش ثابت از تابه قرار گرفتن. پس تمام بازه ای تا اف هم ماکسیموم نسبی هم مینیموم نسبی. بریم سراغ نقطه اف، ببینم بزرگ شدهشو اینجا داریم، باید داشته باشیم. بله اینها نگاه کنیم بچه‌ها، F ته اون تیکه ثابته بود، بعد تابه میشکنه و میاد پایین. آقا مقدار اینجاست، از راستی ها بیشتره، با چپی ها برابره، یعنی ماکسیموم نسبیه. ماکسیموم نسبی چی میگفت؟ میگفت از همسایه هاش بیشتر یا برابر. خب با اینا برابر، از اینا بیشتره، پس این یه نقطه ماکسیموم نسبیه.
برگردیم بالا دیگه چه نقطه خاصی داریم؟ نقطه جی. نقطه جی رو هم اینجا نگاه کنیم. نگاه کنیم بچه ها این نقطه جی که دور و بریاش رو فقط رسم کردیم. آقا مقدار اینجاست، از راستی ها کمتره. ببینید راستی ها اینجا، از راستی ها کمتره، از چپی ها ولی بیشتره. خب از یکیشون بیشتره، از یکشون کمتره. بچه ها این نقطه نقطه خاصی نیست، یعنی اکسترموم نیست این نقطه. خب دیگه ببینیم نقطه خاصی داریم. نه دیگه رسیدیم به اچ. اچ هم که ته باز است و ته باز هم گفتیم اکسترموم نسبی نمیشه هیچ وقت. خب بریم با هم دیگه عرض کنم خدمت شما که ببینیم چیا گفتیم. این نتیجه هم نتیجه بسیار مهمیه که اینجا داریم که آقا اول آخر بازه هیچ وقت اکسترموم نسبی نمیشه. حالا میخوایم بریم سراغ اکسترموم های مطلق. گفتیم کلا اکسترموم ها دو دستن، نسبی مطلق، نسبی ماکسیموم، نسبی مینیموم، نسبی راجبش حرف زدیم. حالا میخوایم راجع مطلقا حرف بزنیم. آقا مطلقا دقیقاً مشابه همون تعریف. تو نسبی چی میگفتیم؟ میگفتیم ماکسیموم نسبی نقطه ای که نسبت به دور و بریاش نقطه بالاتریه. حالا ماکسیموم مطلق میگم آقا از همه بالاتره یا مساوی. مطلق، این کلمه مطلقی که توش به کار رفته نشون میده در تمام دامنه تابه از همه نقاط بالاتر یا باهاشون برابره. یعنی در واقع میگیم نقطه C طول نقطه ماکسیموم مطلق تابه است. اگر به ازای هر ایکسی که عضو دامنه تابه باشه، عرض کنم خدمت شما که FX از FC بالاتر باشه، کوچیک در مساوی باشه. یعنی در واقع مقدار تابه تو C از مقدار همه نقاط یا بالاتر یا باهاشون برابره. همینطور بچه ها مینیموم مطلق. مینیمم مطلق میگه در تمام نقاط دامنه، اون نقطه‌ای که مینیمم مطلقه از مقدار تابه در تمام نقاط یا کوچیک‌تره یا باهاشون برابره. خب بچه‌ها عرض کنم خدمت شما که میخوام چند تا نتیجه هم راجع به اکسترموم‌های مطلق، اکسترموم‌های نسبی رو هم دیگه بگیریم. یکی این که به نظرتون میتونیم مثلا یه تابه ممکنه چند تا اکسترموم نسبی داشته باشه؟ آره همین الان این مثالمون کلی اکسترموم نسبی داشتی، اصلا یه تیکه ثابت داشت بی شمار اکسترموم نسبی داره. پس اکسترموم نسبی اصلا محدودیتی تو تعداد نداره. مثلا من میتونم چند تا ماکسیموم مطلقم داشته باشم؟ نه، نمیشه چند تا مقدار ماکسیموم مطلق داشته باشم. یعنی اگرم چند تا ماکسیموم مطلق دارم هم ارزن، چون بالاخره باید یکی اون یکی بالاتر باشه دیگه، این ماکسیموم مطلق میشه، این نمیشه. پس باید هم ارز باشن در واقع ماکسیموم های مطلق من. یعنی اگر شما چند تا نقطه ماکسیموم مطلق دارید اینا مقدارشون با هم برابر. طبیعتا اگرم چند تا مینیموم مطلق دارید مقدارای اینا با هم دیگه برابر. یه نکته مهم دیگه، ما گفتیم که اول و آخر بازه اکسترموم نسبی نمیشه ولی اکسترموم مطلق میتونه باشه. یعنی اکسترموم مطلق بودن نیازی به همسایگی نداره. پس اول بازه میتونه بالاترین نقطه تابه باشه، آخر بازه میتونه بالاترین نقطه تابه باشه و همینطور پایینترین نقطه تابه. بنابراین اول آخر بازه اکسترموم مطلق میشه. حالا اگر یه نقطه ماکسیموم مطلقی اول یا آخر بازه نباشه، یعنی همسایگی داشته باشه، حتما ماکسیموم نسبی هم هست. چرا اینو چجوری درکش بکنیم بچه؟ خب خیلی موضوع ساده ایه. مثلا من به یه نفر میگم پولدار، زمانی که نسبت به آدمای دور و برش وضع مالی بهتری داره. به آدم میگم پولدار اگر نسبت به آدمای دور و برش، اقوام و خیشان و دوستان و فلان و این حرفا، وضع مالی بهتری داره نسبت به دور و برش. با کل آدمای دنیا که مقایسش نکردم که، در واقع این یه پولدار نسبیه. پولدار مطلق کیه؟ رئیس آمازونه. رئیس آمازون پولدار مطلقه، از همه بیشتر پول داره. خب بچه ها رئیس آمازون که پولدار مطلقه قطعا از دوروبریاش هم پولدارتره دیگه. پس اونی که ماکسیموم مطلقه ماکسیموم نسبی هم هست، به شرطی که همسایگی داشته باشه. تو تعریف ریاضیمون میگیم آقا نقطه ماکسیموم مطلق، نقطه ماکسیموم مطلق اگه همسایگی داشت، یعنی اول آخر بازه نبود، حتما ماکسیموم نسبی هم هست. همینطور مینیموم مطلق، فقیرترین انسان ها روی کره زمین حتما از دوروبریاش هم فقیرتره. البته ایشالله که برای هیچ کس همچین اتفاق نیفته، هرچند که آرزوی محالیه. عرض کنم خدمت شما که پس نقطه مینیموم مطلق اگه همسایگی داشت، یعنی اول یا آخر بازه نبود، مینیموم نسبی هم میشه. خب دیگه بگم خدمت شما که میخوایم راجع به دو تا قضیه هم صحبت بکنیم. بچه ها الان کاری که کردیم اینه که
معرفی کردم اکسترموم های نسبی و مطلق. ابدا فکر نکنید که درسمون راجع به اکسترموم های مطلق و نسبی تموم شده، نه تازه شروع شده. از اینجا به بعد تازه میخوایم مفصل تر صحبت کنیم که اصلا اکسترموم های مطلق و نسبی رو چجوری به دست بیاریم. الان معرفی کردم، شما فعلا میدونید ماکسیموم و مینیموم نسبی و مطلق مفهومش چیه. حالا اینکه چجوری به دست بیاد باید بریم حسابی حرف بزنیم. قبل از اینکه بخوایم بریم راجع به اکسترموم مطلق قبل از نسبی ها صحبت بکنیم، میخوام دو تا قضیه مهم بگم. بچه این دو تا قضیه، اول اینکه به شدت مهمن، تو کتاب درسی، تو متن کتاب درسی این دو تا قضیه اومدن و بدون اثبات، بدون اثبات تو متن کتاب درسی اومدن. یکیش البته اثبات نسبتا پیچیده تری داره، ولی یکیش اثبات ساده ای داره، شاید خودتون هم فکر بکنید بتونید راحت اثبات بکنید. قضیه اولی که میخوام بگم معروفه به قضیه فرما. قضیه فرما یه ریاضیدان اگه اشتباه نکنم فرانسوی هم هست، یعنی بوده، عرض کنم که خدمت شما که حالا قضیه‌های خیلی متنوعی به نامش هست، از جمله تو نظریه اعداد هم قضیه داریم به نامش، آدم به شدت پرکار و ارزشمندی بوده که یه قضیه باحال هم اینجا برامون داره. قضیه فرما چی میگه؟ میگه اگر یه نقطه اکسترموم نسبی مشتق پذیر باشه، مشتق توش صفره. آقا یعنی چی؟ اکسترموم نسبی مشتق پذیر. فکر بکنیم اکسترموم نسبی مشتق پذیر. اکسترموم نسبی یعنی مثلا یا ماکسیموم نسبی یا مینیموم نسبی. آقا ماکسیموم نسبی میخوام بسازم، بیاید با هم دیگه بسازیم ماکسیموم نسبی. خب میخوام قله بسازم. بعد بچه ها نباید ناپیوستش کنم، چون میگه اکسترموم نسبی مشتق پذیر. پس پیوسته رد میشم و نمیشکونمش، چون اگه بشکونم مشتق پذیر نیست، مشتق ناپذیر میشه. آقا وقتی میگه مشتق پذیر یعنی نرم به پیچ بیا پایین. اگه میخوای ماکسیموم نسبی بسازی، آقا من میخوام ماکسیموم نسبی بسازم، نرم میپیچم میام پایین، اینجا چی میسازم؟ مشتق صفر. ببینید مشتق صفر میشه. میخوام مینیموم نسبی بسازم و مشتق پذیر باشه، باید پیوسته باشه و نرم بپیچم برم بالا، پس تو این نقطه چی میسازم؟ مشتق صفر میسازم. پس قضیه فرما که قضیه بسیار مهمیه و تو متن کتاب درسی هم اومده اینه که نقطه اکسترموم نسبی مشتق پذیر، مشتق تو اون نقطه صفر. این از قضیه فرما بچه ها، که اینجا هم همون چیزی که بهتون گفتم، یعنی نرم پیچیدن برای ساختن ماکسیموم نسبی و مینیموم نسبی و در واقع شکلش رو داریم. بریم سراغ قضیه دوم. قضیه دوم چی میگه؟ قضیه دوم میگه اگر یه تابع پیوسته توی بازه بسته داشته باشیم، این تابع هم ماکسیموم مطلق داره هم مینیموم مطلق. دقت بکنید که دو تا شرط داره، پیوسته بودن و بازه بسته. یعنی رو بسته بودنش تاکید داریم بچه‌ها، پیوسته بودن و بازه بسته. آقا اگر یه تابعی، یه بار دیگه با هم مرور کنیم، یه تابعی دو تا شرط پیوسته باشه، پیوسته باشه و بازش هم بسته باشه، ماکسیموم و مینیموم مطلق رو حتما داره. چرا؟ بچه‌ها من نمیخوام اثبات بگم بهتون، میخوام یه درک شهودی از این قضیه پیدا کنید. نگاه کنیم بچه ها، وقتی میگه تابع پیوسته است یعنی داری رسمش میکنی، ماژیک رو تخته بلند نکن، یه تک رسمش کن. بازه بسته یعنی چی؟ بازه بسته یعنی دیگه در تمام طول بازه تعریف شده است، اول بازه و آخر بازه هم تعریف شده است، مقدار داره. بچه ها مثلا فرض کنید که، بذارید زوم کنم روی این شکله بچه ها، اینو قبول داری این شرایطو داره؟ ناکنید بچه ها، من از اینجا اگه فرض کنید این تابه رو کشیده باشم، ماژیک و ارو تخته بلند نکردم، یه تک رسمش کردم و در تمام طول بازه بسته آتابیم تابمون چیه؟ تعریف شده است. خب بچه ها فرض کنید مثلا همین دوتا نقطه، یعنی مقدار تابه تو اول آخر بازه مشخص بود، این آبیه نیست. فرض کنید شما هر تابه دلتون میخواد بکشید، من هدفم اینجاست، مبدأم اینجاست و مقصدم اینجاست، میخوام از این نقطه به این نقطه برسم. خب مثلا ماژیکو برمیدارم میام بالا، آقا هدف اینجاست دیگه، باید به این نقطه برسم، پس بالاخره باید یه جور دور بزنم بیام پایین. میرم پایین، هدف اینجاست، نمیتونی بری تا منفی بی نهایت، که یعنی نمیشه به شکل بیکران به منفی بی نهایت تا به میل کنه، مجبورم یه جا دور بزنم.
پس من دیگه از یه حدی بالاتر نمیرم. اون حد چیه؟ ماکسیموم مطلقم. من از یه حدی پایینتر نمیرم. اون کفه چیه؟ مینیموم مطلقم. پس اگر تابعی پیوسته است و توی بازه بسته تعریف شده، حتما ماکسیموم و مینیموم مطلق رو داره. خب آقا ما تا اینجا اینو فهمیدیم، دو تا شرط داریم، پیوسته بازه بسته، ماکسیموم مینیموم مطلق داره. حالا حرف بعدی از اینم مهمتره. میخوام بگم که اگر یک کدوم از این دو تا شرط نبود، ماکسیموم و مینیموم مطلق نمیدونم که داره یا نداره. من انتظار داشتم که الان همه تو دلتون بگید که نداره وقتی اون دو تا شرط نداره، ولی بچه جالبیش اینه که اگه این دو تا شرط رو نداشته باشیم، نمیشه قضاوت کرد کتاب ماکسیموم و مینیموم مطلق رو داره یا نداره. حالا میخوام اینو بهتون نشون بدم. نگاه کنید بچه ها، چند تا تابع براتون اینجا کشیدیم؟ اینجا براتون چند تا تابع کشیدیم؟ تو بازه بسته تعریف شدن. دو تا شرط بود دیگه، پیوستگی، بازه بسته. این بازه بسته رو حفظ کردم، پیوستگی رو نابود کردم، تابع رو کردم ناپیوسته. میخوام بهتون نشون بدم که ممکنه ماکسیموم مینیموم مطلق داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. نگاه کنید، مثلا اینو ببینید که هر دو رو داره. نگاه کنید بچه ها، ناپیوسته است. تمام طول بازه بسته آتابی هم تعریف شده، این ماکسیموم مطلق شد، بالاترین نقطه تابه، اینم پایینترین نقطه تابه است، مینیموم مطلق. حالا اینو ببینید، بازم ناپیوسته است و در بازه بسته تعریف شده. حالا ماکسیموم مطلق نداره، مینیموم مطلق نداره. آقا الان پیش خودت نگی آقا یه ذره مونده به این نقطه تو خالی ماکسیموم مطلقه. آقا اون یه ذره مونده به اون کجاست؟ دقیقاً یه ذره مونده به اون کجاست؟ چه ارزی داره؟ وقتی تو به من میگی ماکسیموم مطلق یه ذره مونده به اون نقطه تو خالی است، باید بگی ارزش چنده. خب چه ارزیه یه ذره؟ مثلا یه ارزه فرض کن 5، یه ذره مونده به 5 چنده؟ مثلا اینکه من از شما سوال کنم که آقا بزرگترین عدد کوچیک‌تر از 5 چنده؟ یعنی چی؟ یعنی رو محور اعداد اینجا 5، رو محور اعداد اینجا 5، من میخوام به 5 نزدیک بشم ولی بهش نرسم. بچه ها نزدیکترین عدد به 5 روی محور اعداد چیه؟ نمیدونم. مگه میشه نزدیکترین عدد رو پیدا کرد؟ شما هر جا نزدیک 5 وایسی، بین اون عدد و 5 یه عدد دیگه هست. هر جا نزدیک این نقطه تو خالی باشی، بین اون نقطه و نقطه تو خالی بازم بیشمار نقطه است. پس بچه ها نگید در این حالت ماکسیموم مطلق این عرض است ها، یا یه ذره مونده به نقطه تو خالیه. در این حالت میگه ماکسیموم مطلق نداره و عین همون بچه ها مینیموم مطلق هم این تابع نداره. پس این هر دو رو داشت، این هر دو رو نداشت. این یکی ماکسیموم مطلق رو داره، مینیموم مطلق رو نداره. این یکی ماکسیموم مطلق رو نداره، مینیموم مطلق رو داره. بچه ها چهار مدلش هم براتون مثال زدم. بسته بودن تابع رو حفظ کرده بودم ولی پیوستگی رو نابود کرده بودم، تابع رو کرده بودم ناپیوسته، و بهتون نشون دادم که اگه از اون دو شرط یه شرط رو نداشته باشیم، حتی یه شرط رو نداشته باشیم، اینجوری بگم ممکنه هر اتفاقی بیفته. خب حالا میخوام اون یکی شرط رو بردارم. یعنی چی؟ یعنی تابع پیوسته باشه ولی بازمون بسته نباشه، بازه باز باشه. نگاه کنید، بذارید بریم صفحه بعد. اینها اینجا نها کنید بچه ها، این چهارتا نمودار رو ببینید، هر چهارتاشون پیوستن بدون اینکه، در واقع یکم از زوم بکنم، بدون اینکه ما ماژیک رو رو تخته بلند کنیم میتونیم این چهارتا نمودار رو رسم کنیم، ولی بازمون بازه، یعنی اول آخر بازه. ببینید تو خالی. خب ماکسیموم مطلق داره، اینها از همه بالاتر، اینم مینیموم مطلقش، هیچ کدومو نداره، نه بالاترین نقطه داره نه پایینترین نقطه. ماکسیموم مطلق رو داره ولی مینیموم مطلق رو نداره، مینیموم مطلق رو داره ولی ماکسیموم مطلق رو نداره. پس بازم از بین اون دو تا شرط، یه شرط رو نابود کردم، پیوستگی رو نگه داشتم، اون یکی شرط رو نابود کردم، یعنی بازه بسته. دیدید که ممکنه هر اتفاقی بیفته. یعنی چی؟ یعنی یه بار دیگه با هم مرور کنیم همه اون چیزی که الان من تا الان گفتم. اگه تابع پیوسته تو بازه بسته داشته باشیم، قطعا ماکسیموم و مینیموم مطلق رو داریم. اگر یکی از این دو تا شرط یا هر دو شرط رو نداشتیم، خدا میدونه چی میشه. خب حالا آقا من چه بکنم؟ اصلا نمیدونم این تابع ماکسیموم مینیموم مطلق رو داره یا نه، اول برم اون شرط رو چک کنم. نه، نمیخواد این کارو بکنید. بچه‌ها مثال‌های ضابطه‌ای کتاب درسی و تست‌های کنکور همیشه راجع به سوال‌های پیوسته در بازه بسته.
در 99% موارد ما بحث اکسترم مطلقمون راجع به تابع پیوسته در بازه بسته است، یعنی تابعی که میدونیم ماکسیموم و مینیموم مطلق رو قطعا داره. حالا اگر این تابع ماکسیموم و مینیموم مطلق داشته باشه چجوری پیدا بکنیم؟ راجع بهش حرف میزنیم.